به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای کانال چندال پلاس خوش آمدید. غنی آب ما آبروی ماست، باید مدیریت شود. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز گذشته در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی گفت که در بخش بازاریابی جلغوزه افغانستان به چین رسید. هر قلمی که افغانستان تولید میکند باید صادر شود. بنابراین خبر خوش این است که بازارهای آذربایجان و امارات متحده عربی برای شما باز شده است. وای افزود کار هر سفارت، دیپلمات و وزیر بازاریابی برای محصولات افغانستان است. زیرا تا بازاریابی صورت نگیرد در تولیدات ما فرق به وجود نمی آید. آقای غنی گفت که نتیجه این همه به میان آمدن یک حلقه نجیبه است. استقلال اقتصادی افغانستان در دست دهقین، متشبثین و مولدین ماست، به خصوص زنان. رئیس جمهور غنی تصریح کرد که آب ما آبروی ماست و مدیریت می شود. بنابراین من حتی به این نظر هستم که در چند سال آینده شمار ساخت سرک ها کم شود و در عوض شمار ساخت بندها افزایش یابد. با گفته وی زمین باید وسیله تولید باشد نه وسیله کاغذپرانی. امروز متاسفانه زمین وسیله کاغذپرانی و غصب است. مالداری افغانستان به اندازه‌ای که در چند سال خوشسالی متاثر شد، هیچ بخش دیگر متاثر نشده است. حالا باید بالای برنامه کار شود تا این بخش تقویت گردد. محمد اشرف غنی اظهار داشت که هدف اقتصادی ما ساده است، یعنی افغانستان باید از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل گردد. بنابراین از شما می خواهم تا برای تشکیل اتحادیه های تولید، پروسس و صادرکننده اقدام نمایید. زیرا دولت به منظور محافظت و تقویت بازار داخلی آماده هر گونه همکاری می باشد. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران سال گذشته در گفتگو با یکی از تلویزیون های دولتی ایران افغانستان را تهدید کرد و هشدار داد که تهران برای گرفتن حق آب خود از کابل از هر ابزار فشار استفاده خواهد نمود. تشکر از توجهتان. تا ویدیو دیگر خداوند یار و مددگارتان.